خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم خواند، خواهم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنان که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم، چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من تو را تسبیح خواهند خواند. از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دستهای خود را به نام تو برخواهم افراشت. درود بر شما عزیزان بینندگان برنامه دلنواز. فکر میکنم این چهارمین برنامه هستش که من در خدمتتون هستم. امیدوارم که شاد شاد و در خداوند، در قوت خداوند، در برکت و آرامش خداوند گام بردارید. عزیزان روزتون رو با نام خداوند شروع کنید تا بتونید از پس تمام آنچه که این دنیا میاره در مسیرمون قرار میده به آرامی عبور کنیم، چون حضور خداوند و روح القدس آرامش، قوت، سلامتی و برکت. همونطور که میدونید برنامه دلنواز مجموعه ای هستش از شعرها و دلنوشته ها و بعضی از کلام خداوند. پس بیایم شروع کنیم با شعری که در مورد خداوند هست و چطور نشون میده که عیسی خداوند کی هست و چی هست توی زندگی ما. از زبون خودش گفت عیسی: خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا همسنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. هر کسی را دستی نباشد یاورش دست او گیرم من او را یاورم. غم مخور ای بی سر و سامان من، بنده همچون تو را من سرورم. گر که عزم توبه داری پیش آ، کاروان توبه را من رهبرم. مردم گمگشته را آگه کنید، تا به منزل جمله را می آورم. گر تو می خواهی بدانی عشق را من اول و من آخرم. گفت عیسی: ابتدای ره بود، گر تو دیدی بل صلیب این پیکرم. بازگردم از صلیب و همز گور، تا ببینی تو حیات دیگرم. آمین آمین. که همه ما فکر میکنم ایمان داریم که خداوند زنده برای ما روی صلیب رفت و به خاطر ما مرد و روز سوم قیام کرد تا ما بتونیم از گناه آزاد بشیم، بتونیم در آزادی و در آرامش و در شادی و در قوت خداوند گام برداریم. پس بیایم لحظه هامون رو به اون بدیم، چون خداوندی هستش که شایسته هستش، چون خداوندی هستش که قدرت داره تا بر گناه پیروز شد و ما رو پیروز کنه. همونطور که در متی 6:9 میگه: لیکن تا بدانید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. وقتی که گناهان ما رو آمرزید و ما پاک شدیم، اون وقت هستش که از قدرت خودش به ما میده تا ما بتونیم استفاده کنیم. چه قدرتی؟ قدرت پیروزی بر تمام بیماری ها، بر گناهان، که دیگه نتونیم گناه کنیم، چون حضور خداوند و قدوسیت خداوند باعث میشه و مانع میشه که ما نخواهیم در یک گناه هی تکرار و تکرار بمونیم. پس اینجا قدرت بر بیماری ها رو نشون میده که خداوند میتونه به ما بده. در متی 10:1 که میگه: 12 شاگرد خودش رو طلبید، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دادند. پس ما نیز میتونیم با اقتدار نام خداوند و به خاطر خونش که گفت که خون از خون من شما شفا یافته اید، ما نیز بتونیم بیماری ها رو با دعا و همینطور البته با استفاده از داروها، با کمک به غذاهایی که میخوریم به وجودمون کمک میکنیم، بتونیم با دعا ریشه بیماری رو از بین ببریم. به ما قدرت داد تا بر لعنت ها نیز ما پیروز باشیم
و در متی 18:18 میگه هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین بگشایید در آسمان نیز گشوده شده باشد. پس عزیزان دیگه جادو جنبل و این چیزا روی ما فرزندان خدا اثری نخواهد داشت، چون روح القدس به ما این قدرت رو داده، چیزی روی ما اثر نمیکنه. وقتی ایمان میاریم یعنی همه اونا باطل شد و از بین رفت و دیگه وجود خارجی توی زندگیمون نداره. و در اشعیا میگه و در آن روز واقع خواهد شد که بار او از دوش تو و یوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و یوغ از فربهی گسسته خواهد شد. پس دیگه هیچ یوغ و لعنتی روی گردن ما نخواهد بود، حتی از گذشتگان. و همینطور قدرت میده که در بر دشمنانمون پیروز بشیم. مزامیر 18:17 و مرا از دشمنان زورآورم رهایی داد و از خصمانم. پس میبینید همینطور هستش که میگه چطور میتونیم مینستر باشیم و همکار خداوند، که میگه اعمال 1:8 لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. پس تمام این قدرت ها با ایمان به عیسی مسیح در قلبمون به ما داده خواهد شد و ما پیروز هستیم در هر لحظه. اون موقع هستش که هر چی داریم فقط به حضور خداوند زنده عیسی مسیح میاریم. درد دل را هر سحر گویم به عیسی مسیح، گر نشیند غم به بر گویم به عیسی مسیح. هر کجا گم گشته ای دارم در این وحشت سرا، چند گردم در به در گویم به عیسی مسیح. گر بگیرم جام تلخی را ز دست این فلک، تا مرا گردد شکر گویم به عیسی مسیح. در بیابان دامنم گیرد اگر سیل خطر، تا که برگردد خطر گویم به عیسی مسیح. آن درختی را که آبش دادم با اشک عشق، تا دهد ما را ثمر گویم به عیسی مسیح. جان اگر گوید مرا هنگام پرواز آمده، تا برآرم بال و پر گویم به عیسی مسیح. مژده دارم مرده را از آسمان معجزات، زنده می گردد اگر گویم به عیسی مسیح. رؤیت روی خدا را گر نمایم آرزو، روز و شب با چشم تر گویم به عیسی مسیح. که حضور خداوند مطمئن هستم که باعث برکت و شادی هست. وقتی که همه چیز رو به خداوند و به او میدم و اراده او رو میطلبم، پس چی نصیبم میشه؟ آرامی و شادی و قوت خداوند. چون من خدا را دارم، کوله بارم بر دوش، سفری میباید، سفری تا ته تنهایی محض. هر کجا لرزیدی، هر از سفر ترسیدی، فقط آهسته بگو من خدا را دارم. عزیزان ادامه میدیم برنامه رو با سرودی زیبا که مطمئن هستم که روح ما رو نوازش میده. پس بریم ببینیم و لذت ببریم. کیست ماننده او؟ هیچ کس هیچ کس. کیست ماننده او؟ او عجیب و مهیب است. کیست ماننده او؟ او مسیح است، بخیست و او را به پر است. کیست ماننده او؟ هیچ کس هیچ کس. کیست ماننده او؟ او عجیب و مهیب است. کیست ماننده او؟ او مسیح است، بخیست و او را به پر است. به پر است نامش را، قدرت عظیم او را، از طلوع آفتاب تا غروب آن، جلال و جبار ای عیسی. بخیز بپرست نام خدا را، بخیز بپرست نام عیسی را، بخیز بپرست نام خدا را، تنها او شایسته است. کیست ماننده او؟ هیچ کس هیچ کس. کیست ماننده او؟
به پرست نام خدا را بخیز به پرست نام عیسی را بخیز به پرست نام خدا را تنها و شایسته است بخیز به پرست نام خدا را بخیز به پرست نام عیسی را بخیز به پرست نام خدا را تنها و شایسته است ای تمامی زمین برای خداوند بانک شادمانی زنید، جلال نام او را بسرایید و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید. خدا را گویید چه مهیب است کارهای تو، از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تزلزل خواهند کرد، تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام تو ترنم خواهند نمود. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید. او در کارهای خود به بنی آدم مهیب است. دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور کردند. در آنجا بدو شادی نماییم و در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند و چشمانش مراقب امت هاست. فتنه انگیزان خیشتن را بر نیفروزند. ای قوم ها، خدای ما را متبارک خوانید و آواز تسبیح او را بشنوانید که جانهای ما را در حیات قرار می دهد و نمی گذارد که پاهای ما لغزش بخورد. آمین. کنارم تا ابد باشد مسیحا و در امنیتش شادم در هر جا. تمام عشق و رحمت گشت هویدا ز خون پاک عیسی مسیحا. وجودم تار و پودم عاشق اوست. دلم، فکرم، زبانم چاکر اوست. عزیزان، مطمئن هستم که این حرف دل دونه دونه شما هاست که چقدر عاشقانه خدا رو دوست دارید و اینو از تلفن هایی که داریم از شما ها و شهادت ها و گواهی هایی که از شما میشنویم که چطور خداوند توی زندگیتون کار میکنه و چطور استوار محکم روی صخره وجود خداوند ایستاده اید میشنویم و میبینیم. زندگی مثل مردابه، شاید زیبا نباشه ولی میشه توش نیلوفر هری به زیبایی شما عزیزان پیدا کرد که ایمان دارم قلب هاتون نیست زیباتر از این نیلوفرهای آبی است. نگران فرداهایت مباش، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. خوشبختی یعنی نگاه خداوند. پس ارزش داره که اعلام کنیم که ما چقدر شاد هستیم وقتی که با خداوند گام برمی‌داریم. شادم و زنده دلم پور خدا یار من است، همه امید من جمله افکار من است. الف و یای کلام است بشارت نامش، از ازل بوده و هست شمع شب تار من است. بره پاک خدا بار گناه هم بگرفت، بیگناه مصلوب شد همدم و غمخار من است. مسح و صد گناه هم مسیح عیسی باشد، چشم من به راه او خانه او دار من است. او که با درد و الم در ره من روی صلیب جان خود داده و دانم که هوادار من است. در سراپرده عشق خود دهد جای به من، خرم آن روز که در باغ برین دار من است. بر سر سفره عیسی تک نانی خوردم که از همان برکت نان قوت اشعار من است. در سراچشمه او آب حیات نوشیدم، آنچنان مست شدم بندگیش کار من است. کرم و فیض الهی است که منم فرزندش، کرم و فیض الهی است که منم فرزندش. این همه
عشق خداست، نه ای که ذکردار من است. بر در مغفرتش گر ز ره توبه روم، او ببخشد گناهم، محرم اسرار من است. پس میتونیم تمام درد و دلهامون رو، تمام آنچه که بودیم رو به حضور خداوند ببریم، همه رو به او بدیم تا بتونه با خون پاکش روی اونها بشه پوشش که دیگه دیده نشه و دیگه تمام اسرار پیش خودش بمونه، همونطور که در کلامش میگه حتی دیگه اونها رو به یاد نخواهد آورد و ما نیز اونها رو به دست فراموشی بدیم و بذاریم خداوند تولدی دوباره در ما ایجاد کنه تا بتونیم در این زندگی نو، در تولد دوباره، در شادی ها، در قوت بخرامیم و با شدت خوشحالی که توی وجودمون هست دیگران آگاه بشن، این تغییرات رو در زندگی ما، در ما ببینند، نه اینکه فقط بشنوند. تغییرات رو توی زندگی ما ببینند، در رفتارمون، در اخلاقمون، در گفتارمون. چقدر کلاممون عوض میشه، چون از یه چشمه نمیتونه هم آب شور و هم آب شیرین بیرون بیاد. پس دهانی که فقط برکت، فقط از خداوند تقاضای شفا و شفاعت میکنه، نمیتونه مرکز لعنت بشه و کلام لعنت از دهانش بیرون بیاد. در راه مسیح پرده دل را به دریدن چه خوش است، بر نام مسیح جمله و بیتی به سرودن چه خوش است. چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، در پشت سرش به سر دویدن چه خوش است. یا اگر به تو دست و پا و جان بر دل نیست، در راه مسیح به سر و سینه خزیدن چه خوش است. آری چه خوش نشست بر دل رود چه خوش نشست به دل رود منجی عالم مسیح، آنکه دویدی به وصال او رسیدی چه خوش است. خوش به حال همه شماها که به وصالش رسیدین، که اونو به قلبتون دعوت کردین و اون پادشاه قلب شماست. چون باده خور و مست نداند غم و اندو، پس جام خدا نوش و ببین باده عیسی به چشیدن چه خوش است. خوش باش هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، نه اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است. چون کلام خدا میبینیم چند بار اعلام میکنه که در نام عیسی خداوند هر چیزی رو که به حضور عیسی در نام خداوند، در نام عیسی مسیح خداوند به حضور پدر ببریم، میتونیم دریافت بکنیم. عزیزان، وعده خداوند و کلام خداوند که از طلای ناب نیز صیقلی تر و صادق تر و پاک تر هست. عزیزان من، بیایم حتی اگه به صلیب کشیده بشیم مثل مسیح باشیم، نه مثل مترسک سر جالیز. بیایم دعاهامون رو به حضور خدا ببریم و در نام عیسی بخوایم، چون مطمئن باش زمانی که میگی در نام تو عیسی مسیح خداوند طلبیدم، اون موقع هستش که دعای نیک تو توسط خود خداوند آمین گفته میشه، جواب داده میشه و میتونی صدای خنده خدا رو میبینی که میشنوی که دعات رو شنیده و با آنچه که تو محال میپنداری و فکر میکنی غیر ممکن هست، او جواب داده. بادبادک ها رو دوست دارم، اونها همیشه تو آسمون میرقصن با اینکه همه زندگیشون رو به باد دادن. پس مهم نیست که در چه موقعیتی هستیم، مهم اینه که اون چه داریم به خدا بسپاریم. عزیزان، با سرودی دیگر با شما بدرود میگم تا برنامه دیگر و زمانی دیگر. در نام عیسی مسیح همه تون رو به دستای پرقوت خداوند میسپارم، چون ایمان دارم در حضور او کمال خوشی هاست، آرامی، سلامتی، برکت و شادی برای همه شما هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.